درود بر زنان و مردان شجاع ایران، آزادی خواهان و مردم با شرافت میهنم. با دو خبر مهم در خدمت شما هستیم. تایید اسارت دو افسر سپاه به دست نیروهای اسرائیلی. سکوت سپاه در اوج ذلت. و رسوایی جنسی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم تایید اسارت دو افسر سپاه به دست نیروهای اسرائیلی سکوت سپاه در اوج ذلت اکانت توییتری آلارم وابسته به موساد اسرائیل به طور رسمی تایید کرده که دو نیروی سپاه قدس در تونل‌های زیرزمینی شهر غزه گیر افتاده و به دست ارتش اسرائیل افتادند. در ویدیوی منتشر شده که به وسیله یک نیروی سپاهی گرفته شده مشخص است که فردی در درون تونل در حال دویدن خطاب به نیروی دیگری که در درون تونل هست فریاد می‌زند بدو بدو و بعد از چند ثانیه حجم زیادی از آب وارد تونل می‌شود. و این دو نیروی سپاه قدس در تونل های زیرزمینی شهر غزه غرق می شوند. برای اولین بار است که دستگیری دو عضو سپاه قدس توسط اسرائیل تایید می شود. مقامات جمهوری اسلامی و سپاه هیچ گونه واکنشی به این اتفاق نداشتند. هفته گذشته سپاه پاسداران طی اطلاعیه اعلام کرد که دو عضو سپاه پاسداران طی حملات اسرائیل در سوریه کشته شده اند. در این اطلاعیه اسامی اعضای کشته شده سپاه پاسداران ایران در سوریه محمد علی عطایی شورچه و پناه تقیزاده عنوان شده اما به درجه های نظامی این اشخاص اشاره ای نشده است. روابط عمومی سپاه پاسداران ایران به زمان و مکان انجام حمله اسرائیل و همچنین جزیات کشته شدن اعضای خود اشاره ای نکرده است. گفتنیست پس از اجرای عملیات طوفان الاقصا توسط جنبش حماس در هفتم اکتبر و آغاز حملات شدید اسرائیل به نوار غزه ارتش اسرائیل در چندین نوبت موازه سپاه در سوریه و لبنان را بمباران کرده است. در آغاز ورود اسرائیل به غزه ابوالفضل بازرگان کارشناس نظامی مهمان شبکه خبر گفته بود اگر اسرائیل وارد خاک غزه شود با نیروهای آموزش دیده ی سپاه روبرو خواهد شد خیلی هم به تاخیر انداخت یعنی اون شنبه اول که نتانیاهو گفت ما نبرد شمشیرهای آهنین رو آغاز می‌کنیم بعد خب خیلی خبری نشد جز بمباران هوایی فرداش گفت نه این دفعه رسما آغاز می‌کنه گذشت قرار بود شنبه این هفته شروع بکنن انجام ندادند. بحث ماجرا چیه دقیقا همینطوره به خاطر اینکه لحظه که رژیم اسرائیل وارد عرصه زمینی در غزه بشه در جنگ تن به تن دیگه اوضاع فرق میکنه چرا الان شما توجه داشته باشید الان در ده روز گذشته هایی که رژیم اسرائیل انجام داده هیچ به لحاظ استراتژی نکرده شما یک منطقه بی دفاع بدون پدافند رو با برتری هوایی قوی ترین تکنولوژی و بروز ترین تکنولوژی داری بمبارا میکنی اما لحظه که وارد عرصه زمینی بشی دیگه بعد تن به تن تو کوچه و خیابون بری نیروهای آموزش دیده سپاه تونل های زیرزمینی که اصلا دیگه آموزش دیده آره 17 ساله که در محاصره قرار داره و برخی از مواد اولیه هم اونجا نمیرسه چه برسه به نیروهای سپاه قطعا همینطوره و افتخار ما همینه اینو حالا چون عزیزان سو استفاده نکنن از اشتباه لفظی بنده قطعا ما افتخار ما خود, خود هستن خود آموخته هستند که بتونن از پس خودشون بر بیاد که ما در چهل سال گذشته خود یار و خود کفا تونستیم کار بکنیم بان. در روزهای اخیر احتمال رویارویی مستقیم سپاه و اسرائیل بیشتر شده. یک کارشناس نظامی در این باره میگوید نگرانی از خطر فراگیر شدن جنگ اسرائیل با حماس جدی است. جدی بودن این خطر بیش از هر جا در خود اسرائیل احساس می شود که به هیچ وجه تصور نمیکرد که حماس مرتکب جنایات و حمله وحشیانه 7 اکتبر شود. پیش از 7 اکتبر در تصورات رهبران اسرائیل حماس شبیه همان راهی را میپیمود که مثلا هاش بهداشت رفسنجانی در ایران در دو دهه نخست جمهوری اسلامی ایران طی کرده بود یعنی گذار از یک نیروی جهادی و انقلابی به یک نیروی عملگرا مقامات اسرائیلی تصور می کردند که حماس از افکار و اعمال جهادی و انقلابی اولیه خود فاصله گرفته و در دوره جدید می خواهد به عنوان نیروی عملگرا خود را وقف بازسازی قضه کند. به همین خاطر اسرائیل اجازه می داد که پولهای قطر وارد قضه شود. البته حماس همواره می گفت که قصد حمله به اسرائیل را دارد اما ما در اسرائیل این تهدید را جدی نمی گرفتیم. به همین خاطر است که الان خطر حزب الله و حوسی ها برای اسرائیل بسیار جدی شده و اسرائیل ناگزیر است اکنون در تمام دیدگاه های خود درباره این خطرات تجدید نظرهای اساسی کند در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با حملاتش از طریق نیروهای نیابتی خود به آمریکا اثبات می کند که وجود آن و وجود نیروهای نیابتی آن در منطقه خطری است برای همه من اگر جای رهبران تهران بودم برای نجات نیروهای نیابتی خود پیش از هر چیز به حماس فشار می آوردم تا گروگان های اسرائیلی را آزاد کند ولی بعید میدانم که جمهوری اسلامی ایران چون این تسلیمی را در مقابل اسرائیل بپذیرد اسرائیل میخواهد غزه را از حلقه محور مقاومت خارج کند و متحقق شدن این هدف ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود در هر حال بعد از حمله وحشیانه 7 اکتبر به اسرائیل این کشور راه و چاره دیگری جز از میان بردن حماس ندارد اما این جنگ می با هزینه این یه بسیار کمتری برای مردم فلسطین در غزه خاتمه یابد که تحقق آن به جمهوری اسلامی ایران و حماس بستگی دارد. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران قافلگیر و شوکه شده است زیرا رهبران تهران انتظار نداشتند که اسرائیل و مردم این کشور چنین با قدرت و با عزم راسخ از خود واکنش نشان دهند جمهوری اسلامی ایران انتظار نداشت که حمله حماس باعث بازگشت آمریکا و ناوهای هواپیما آن به منطقه شود در واقع این خود جمهوری اسلامی است که با حملاتش به آمریکا از طریق نیروهای نیابتی خود سرگرم منطقی کردن است. آنچه در دراز مدت قابل رویت است این است که بازنده جنگ فعلی محور مقاومت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. حمله هفتم اکتبر نه فقط باعث نابودی حماس خواهد شد، بلکه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را به عنوان یک خطر، یک تهدید بزرگ به کلیه ی کشورها از جمله کشورهای اروپایی معرفی کرد. آنچه قابل پیش بینی است تقویت جبهه اسرائیل و آمریکا و غرب در مقابل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه است و این شکستی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است. رسوایی جنسی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل سخنگوی کالج اوبرلین در آمریکا اعلام کرده این دانشگاه تدریس محمد جعفر محلاتی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل را با فرستادنش به مرخصی نامحدود متوقف کرد طبق اسناد منتشر شده محلاتی به مجبور کردن یک دانشجو به سکس برای نمره نیز متهم شده است توقف تدریس محلاتی در کالج اوبرلین در حالی صورت میگیرد که ایرانیان در اعتراض به نقش او در سرپوش گذاشتن بر حقوق بشر و سخنان یهودی ستیزانه کارزاری را هنداخته بود. بر اساس اسناد دادگاهی که اتحاد علیه مالکشان یا همان حامیان رژیم اسلامی ایران در اختیار رسانه ها گذاشته، محمد جعفر محلاتی متهم است در زمان تدریس در دانشگاه کلمبیا در دهه 90 میلادی یک دانشجو را مجبور کرده در ازای ارفاق نمره با او رابطه جنسی داشته باشد. محلاتی همچنین به مجبور کردن یک دانشجو به سکس دهانی برای نمره متهم شده است. آندریا سیماکیس سخنگوی کالج او برلین گفت که محلاتی از روز هفتم آذر به مرخصی اداری نامحدود فرستاده شده اما به دلیل توقف تدریس او اشاره ای نکرد همزمان نیویورک پست گزارش داده که کالج او برلین بعد از اطلاع از اتهامات جنسی محلاتی در دهه 90 میلادی در دانشگاه کلمبیا تدریس او را متوقف کرده است بن بیرد روزنامه که پرونده اتهام جنسی محلاتی را افشا کرده گفت محلاتی علاوه بر نقض حقوق بشر و اتهام آموزش مفاهیم یهودی ستیزانه در اواخر دهه 90 میلادی با اتهامات جنسی نیز مواجه شده که دانشگاه کلمبیا با پرداخت مبلغی نامشخص به دانشجوی شاکی این پرونده را حل و فصل کرده است. به گزارش نیویورک پست محلاتی که در سال 1997 اتهامات جنسی مطرح شده علیه خود را رد کرده بود، به پیگیری این رسانه درباره این اتهامات پاسخ نداد. در همین حال شکایتی علیه او برلین مطرح شده که این مرکز دانشگاهی را متهم می کند با اجازه دادن به محلاتی برای طرح اظهاراتش در حمایت از حماس و پشتیبانی از او در نوشتن مطالب ضد اسرائیلی حقوق مدنی دانشجویان یهودی را نقض کرده است یکی دیگر از اتهام محلاتی سرپوش گذاشتن بر اعدام جمعی حدود 5000 زندانی سیاسی در تابستان 67 است وقتی که او سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود بهمن ماه 401 جمعی از بستگان قربانیان قتل عام سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی همراه جمعی از اعضای جامعه ایرانی آمریکایی با تاکید بر نقش محمد جعفر محلاتی در لاپوشانی این قتل عام خواهان اخراج فوری او از کالج اوبرلین شدند در این مدت رسانه های آمریکایی از کشتار خبر دادند تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک طبعی ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دست جمعی خودش را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید علا رقم پوشش رسانه ای این وقایع محلاتی داشتن اطلاع از این ادام ها را رد می کند. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاشی شبانی روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیتترین بسته های خبری به شما عزیزان رو داره با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران